اگرچه فعالیت‌هایی که در دوران اوج رقابت‌های فضایی و مسابقه فضایی شرق و غرب اتفاق افتاده تصور ایجاد می‌کردش که بازیگران اصلی در حوزه کاوش فضا رو شوروی و ایالات متحده تشکیل دادن، اما از یک طرف درک بیشتری که اتفاق افتاد درباره نقشی که فضا می‌تونه در آینده ما بازی کنه و از سوی دیگه امکانات فناوری و در واقع علمی که به همراه عصر فضا برای مردم به همراه اومدش، این نتیجه رو برای کشورهای دیگه و سایر در واقع سازمان‌های بین‌المللی به وجود آورد که اگر می‌خوان در آینده نقشی مهم رو بازی کنن و بازیگر جدی در دنیا باشن، لازمه که به فضا نگاه بکنن. از همون ابتدا، از همون دوران آغازین، در واقع چهره‌های متمایز کننده‌ای در حوزه فضا وجود داشت. اتحادیه اروپا که اون موقع در قالب کشورهای مستقل اروپایی بود، برنامه‌های فضایی خودش رو آغاز کرده بود. در شرق هم کشورهای مثل چین و هند ایده‌ها یا حداقل آرزوی خودشون از داشتن برنامه فضایی رو پنهان نمی‌کردند. یکی از نمونه‌های برجسته در این مورد چین بود. کشور چین با توجه به در واقع سابقه‌ای که داشت و در واقع نزدیکی که با شوروی احساس می‌کرد، در بخشی از بدنه برنامه فضایی خودش هماهنگ شده بود با پیشرفت‌هایی که روسیه انجام می‌داد. چندین برنامه فضایی رو از دهه 60 چینی‌ها مطرح کردن، برنامه‌هایی که نام‌های مختلفی به خودش گرفت و به شکل و شمایل مختلفی ادامه پیدا کرد. در آخرین بازبینی که از این برنامه‌ها اتفاق افتادش، چینی‌ها کم کم به سمت طراحی یک برنامه دقیق و منظم رفتن. برنامه‌ای که قرار بود اونها رو مرحله به مرحله به یک چشم‌انداز و افق طولانی نزدیک بکنه. برنامه چینی‌ها برخلاف برنامه‌ای که ناسا دنبال می‌کرد با سر و صدای تبلیغاتی زیادی حداقل تو بخش برنامه‌ریزی همراه نبود. اونها سعی کردند داستان شبیه به داستان آغاز عصر فضا رو اما با روندی مطمئن‌تر برای خودشون تکرار کنن. از جمله اینها در واقع برمیگشت به گام‌های اولیه، از جمله گام اولیه‌ای که اونها ساختن تأسیس و در واقع ساخت و طراحی موشک‌های بالابری بود که میتونست محموله‌های مختلف، محموله‌های سبک، نیمه سنگین و سنگین رو به مدارهای نزدیک زمین، مدارهای متوسط و مدارهای دوردست سره. سری موشک‌های لانگ مارچ که چینی‌ها ساختن در واقع تلاش اونها برای پیشبرد صنایع پیشرانی خودشون بود. اونها در بخش پیشران را انجام دادن، همزمان تبش سراغ طراحی ماهواره و بعد سراغ گام‌های بعدی در بخش کاوش رفتن. برای بخش کاوش و برای بخشی که قرار بودش که در واقع پیلود علمی و محموله علمی رو در واقع ساپورت بکنه، اونها بار دیگه مسیری مشابه اون چیزی که هم غرب و هم شرق تجربه کرده بود رو دنبال کردن. از یک سو ساختار خودشون رو متمرکز کردن در برنامه‌های رباتیک، در سوی دیگه یک برنامه سرنشیندار گران قیمت و طولانی مدت اما منظم رو در نظر گرفتن. این برنامه در واقع مرحله به مرحله اتفاق افتاد در یک پروژه معروفی که در واقع به پروژه 921 شون معروف است. نام برنامه در یکی از برنامه‌های 5 ساله توسعه‌شون، اونها به سراغ پروژه شنجو رفتن. پروژه شنجو کپسول‌هایی بود که قرار بود در نهایت تبدیل بشه به کپسول‌های سرنشیندار چینی. چینی‌ها برای اینکه این کار را انجام بدن، الگوی روسی خودشون رو گرفتن. اونها سعی کردن از مطمئن‌ترین و قدیمی‌ترین تکنولوژی ممکن برای اعزام انسان به فضا استفاده کنن. پروژه سایوز رو اونها گرفتن، بازسازی کردن و در واقع در قالب پروژه شنجو مطرحش کردن. پروژه شنجو در ابتدا در واقع در سیستم بدون سرنشین کامل عملیات خودش رو آغاز کرد، تا اینکه در واقع گام بزرگی رو چینی ها در ابتدای قرن 21 برداشتن. اونها موفق شدن برای اولین بار با کمک کپسول شنجو نخستین فضانورد خودشون رو به فضا بفرستن. این اتفاق فوق العاده مهمی برای چین یا هر کشور دیگه ای هست. تعداد باشگاه‌های در واقع کشورهایی که توانایی اعزام انسان به طور مستقل به فضا رو دارن الان به 3 کشور خلاصه شده. روسیه به ترتیب تاریخیش اگه نگاه کنیم، روسیه یا شوروی سابق، ایالات متحده و چین. بقیه کشورها فضانوردانی رو فرستادن، اگرچه این فضانوردان رو با کمک یک سازمان دیگه، یک کشور دیگه فرستادن. برنامه چینی ها تازه در آغاز خودش است. از یک سو در بخش روباتیک اونها در سال 2013 به ماه در یک ماموریت بی‌نظیر رو به ماه انجام دادن. ماموریتی که در سال 2013 اونها به ماه فرستادن اولین ماموریتی بود که از زمان ماموریت‌های آپولو تا الان ورودی نرم بر ماه رو انجام داده بود. اونها در این حال یک پروژه سرنشیندار خودشون رو فقط به فرستادن اولین فضانورد قناعت نکردن، مراحل بعدی رو طی کردن، از جمله راهپیمایی فضایی، از جمله تیم دو نفره و شروع به ساخت ایستگاه
ایستگاه‌های ملی در فضا کردند. بعد از ایستگاه میر که در واقع ایستگاه روسی بود و در آخر عمرش در واقع محلی برای همکاری‌های بین‌المللی شده بود، چینی‌ها در ساخت مجموعه‌ای و خانواده‌ای از ایستگاه‌های فضایی رو آغاز کردند. ایستگاه فضایی که قراره در سال 2020 به طور کامل به کاربرد خودش برسه. نکته مهم در برنامه چینی‌ها این هست که اگرچه تبلیغ می‌کنن، اما حداقل برنامه 10-15 سال گذشته‌شون با دقت کاملی برنامه‌ریزی شده و تحقق پیدا کرده. اگر قراره که در آینده به چینی‌ها نگاه کنیم، یه نیم نگاهی به چشم اندازشون بندازیم. اونها قراره به ماه برند. امیدوارن تا سال 2030 به شکل غیر سرنشیندار به مریخ برن و تا 2050 انسان به مریخ بفرستن. به نظر میاد ظهور اژدهای زرد و قدرت جدیدی که چینی‌ها وارد این بازی کردن آینده و چشم‌انداز در واقع بازی فضایی رو تغییر بده. قدرت جدیدی ظهور کرده، قدرت جدیدی داره بال می‌گیره. اژدهای باستانی و افسانه‌ای چین در حال بالگشودن هست. چین کشوری که مبدع باروت و پروازهای موشکی هست، حالا به طور عملی به بازیگری جدید در عرصه فضا تبدیل شده.